ایرانیان یکی از قدیمترین اقوامی بودند که از هنر کاشیکاری در زندگی روزمرهشون استفاده کردند. اشکال اولیه کاشی مربوط به دوران قبل از تاریخ. اگر تمایل دارید که راجع به روش‌های سنتی کاشیکاری در ایران بیشتر بدونید، حتما این مطلب رو تا انتها تماشا کنید. هنر کاشیکاری یکی از کهن‌ترین هنرهای تزئینی در جهان می باشد. از این هنر برای پوشاندن و تزیین سقف‌ها، دیوارها و یا کف فضاها در طول تاریخ استفاده می شده است. سابقه هنر کاشیکاری حداقل به 1300 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد و نمونه شاخص آن آجرهای لعابدار زیگورات چوغازنبیل در دوران ایلامیان می باشد. از نمونه های دیگری از هنر کاشیکاری در تمدن های باستانی خاورمیانه می توان به دروازه ایشدار بابل که امروزه در موزه پرگامون برلین نگهداری می شود و کتیبه های رنگی سربازان هخامنشی یافته شده در کاخ های تخت جمشید اشاره کرد. هنر کاشیکاری در دوره های مختلف تاریخی در بسیاری از نقاط جهان از تمدن های باستانی خاورمیانه و ایران تا هند و چین و شمال آفریقا و اروپا و آمریکای جنوبی رواج داشته است و بناهای متعددی به این روش ارزشمند مزین شدند. اما اوج شکوفایی این هنر را می توان به دوران پس از اسلام در ایران نسبت داد. در قرون 10 و 11 میلادی که با حذف تصاویر انسان و حیوانات از کاشی‌ها، طرح‌های هندسی، نقوش اسلیمی و خطوط کوفی جای آنها را گرفتند، دوران شکوفایی هنر کاشیکاری نیز آغاز گردید. کارشناسان دوران طلایی این هنر را به عصر تیموریان نسبت می‌دهند. در این دوران کاشی‌های لعابدار در طرح‌های هندسی کوچک در کنار هم چیده شده و نقوش بی‌بدیلی را در ابنیه و مساجد به وجود می‌آوردند. کاشیکاری بخشهایی از مسجد جامع یزد و مسجد گوهرشاد نمونه های شاخصی از هنر کاشیکاری دوران تیموریان می باشند. در دوران صفویان محراب ها و گنبد های مساجد و مدارس بسیاری مزین به هنر کاشیکاری گردید. کاشیکاری بخشهای مختلف مسجد شاه یا امام در میدان نقش جهان اصفهان یکی از شاهکارهای این دوره می باشد. تکنیک کاشی هفت رنگ در دوران صفویه جایگزین روش های قبلی ساخت کاشی گردید و مجدداً تصاویر انسان و حیوانات نیز بر روی برخی کاشی‌ها نقش بست. رنگ‌های مورد استفاده در تکنیک کاشی هفت رنگ شامل رنگ‌های مشکی، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز و حنایی می‌باشد. این روش تا دوران قاجار که رنگ‌های زرد و نارنجی هم به رنگ‌های فوق اضافه گردید، ادامه داشت. در دوران قاجاریه به واسطه رفت و آمد و مراوده های درباریان قاجار و تجار به غرب، هنر و نقاشی غربی به معماری و خصوصا هنر کاشیکاری ایران نیز راه یافت و همچنین رنگ های جدیدی نیز به این هنر تزئینی افسوده شد. طرح گل لندنی یکی از طرحهای غربی راه یافته در هنر کاشیکاری دوران قاجار است. همچنین در این دوره طرحهای متعددی از زندگی روزمره نجیب زادگان و درباریان قاجاری نیز در کاشیکاری ها دیده می شود. علاوه بر طرح و رنگ، لعاب کاشی ها نیز در دوران قاجاریه تحول عظیمی یافت و به همین دلیل کاشی های این دوره اغلب مستحکمتر، براق‌تر و زیباتر ساخته شدند. شهرهای اصفهان، تهران، قم، نائین، همدان و کاشان از سازندگان اصلی کاشی در ایران دوره قاجار بودند و شهر کاشان را میتوان با کیفیت ترین سازنده آن نامید. از این روست که بسیاری از کارشناسان علت نامگذاری کاشی را به همین دلیل می‌دانند. دو استاد برجسته هنر کاشیکاری قاجار، استاد علی محمد اصفهانی و استاد حاج حسین کاشی پز می باشند که تأثیر فراوانی بر کاشیکاری سنتی ایران داشتند. استاد علی محمد اصفهانی از کاشیکاران مطرح اواخر قاجاریه بوده و رساله‌ای نیز در این زمینه در سال 1305 هجری قمری در ادینبورگ به چاپ رسانیده است. از آثار برجسته به جای مانده از وی می توان به چند کاشی در ورودی حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری اشاره کرد. استاد حاج حسین کاشی پز که در سال 1263 هجری قمری در قم متولد شده است، از برجسته ترین اساتید کاشی ساز اواخر قاجار می باشد. از آثار شاخص او می توان به کاشیکاری های نقاشیدار سردر باغ ملی تهران اشاره نمود. در دوران قاجار کاخ‌ها و عمارت‌های عیانی بسیاری با کاشی‌هایی با طرح‌هایی از پادشاهان هخامنشی و ساسانی و یا شخصیت‌های حماسی ایران باستان و طرح‌های گل و مرغ و شکارگاه و باغ‌های ایرانی تزئین شده‌اند.
همچنین در این دوره رنگامیزی هفت رنگ کاشی‌های خشتی در شیراز نیز در زمره آثار شاخص قرار می‌گیرد که کاشی‌کاری باغ ارم و مسجد نصیرالملک در شیراز نمونه‌های منحصر به فرد از این سبک می‌باشند. امروزه کتیبه‌ها و تکه کاشی‌های به جای مانده از بناهای قاجاری تخریب شده نزد دوستداران هنر و مجموعه داران مطرح جهانی از ارزش والایی برخوردار بوده، تا جایی که حتی در تزیینات داخلی بناهای فاخر امروزی و یا ساخت برخی اساسیه نیز از این گنجینه‌های به جای مانده استفاده می‌شود. در قسمت‌های بعدی در خصوص تاریخچه صنعتی شدن صنعت کاشی در ایران صحبت خواهیم کرد و اولین شرکت تولیدی ایران یعنی کاشی ایرانا در موردش صحبت می‌کنیم.